دادستان نگفت پرونده رو کی بهش تحویل داده، گفت موضوع محرمانه است. شاید شما به عنوان وکیلم بتونین ازش بپرسین. برای شما چه فرقی میکنه کی این پرونده رو داده باشه؟ مهم اینه که مدرک و ادله درست باشه، که درستن. نگران نباشین، تو دادگاه بعدی تبرئه میشین. نه، متوجه نشدین. من فقط میخوام بدونم مدارک رو کی تحویل داده. اگه به عنوان وکیلم بپرسین، شاید بتونین اطلاعات بگیرین. گویا منظورمو نفهمیدین. دیگه نمیرین زندان. بگذاریم. شما با دلیل و مدرک کاری نداشته باشین. فکرشو نکنین. اونا کار منه. شما به کار و زندگیتون برسید. چیز دیگه ای هم بود؟ چطور میتونه چیز دیگه ای باشه؟ هنوز که اینو حل نکردین. متوجه نمیشم. ببینین، من نپرسیدم فکرمو با چی خسته کنم یا نکنم. من دنبال باریشم. باریش دیگه کی؟ نام زدم. اسم واقعیش ساواش آکتانه، پسر ثروت آکتان. بهتون گفته بودم. باریش چی شده؟ از وقتی که من افتادم زندان کسی اونو ندیده. یعنی اگه مدارک رو اون داده باشه به دادستان، شاید اونا جاشو بدونن. شاید میخوان باباش جاشو پیدا نکنه. این امکانش هست؟ باشه، من با دادستان صحبت میکنم. اگه خبری شد بهتون اطلاع میدم. شما شمارتونو بدین به منشی. باشه، خیلی ممنون. سلام، آقا سلیم گفتن. خب، گفتن منتظر بمونم. منتظر میشینم. باشه. وای دخترا، میخوام به مسئولین دانشگاه به خاطر انتخاب خدمه تبریک بگم. آره واقعا پولشون رو دور نریختن. به عنوان یه خدمتکار خیلی خوش دید. واقعا خول شدین شما. دارین از یه خدمه یه بدبخت که زمین طی میکشه حرف میزنین. خب چی میشه زمین رو طی بکشه؟ واسه خوشتی بودن حتما باید یه ماشین چند صد میلیونی زیر پاش باشه. حداقل باید مغز و کلش باشه. درنجون، نمیخوام به خاطر پسری که غیر از تی کشیدن به هیچ درد دیگه نمیخوره خودم رو خسته کنم. به نظرم شما خسته نکنی. از کجا میدونی مغز نداره؟ مگه باهاش حرف زدی؟ اگه مغز داشت که اونجا نبود عزیزم، اینجا بود. بحث اینا تو آشغالم تموم کنیم، برنامه بریزیم بعد دانشگاه چیکار کنیم. پسر خدمتکار، اسم چیه ها؟ فکر کنم کره صدامونو نمیشنوی. ببین ازت سوال پرسیده ما، نمیشنوی؟ وای من دیگه طاقت ندارم اینا باش حرف بزنم. اگه بری دنبال این پسر یه خدمتکار، دیگه نمیتونی سر یه میز با من بشینی ملیس. مزخرف نگو دنیز، بذار هر کار دلشون میخواد بکنم، به تو چه؟ آخه دنیز نریم پیشش، چجوری باش حرف بزنی؟ چند ساعته داریم تلاش میکنیم، حتی بهمون نگاه هم نمیکنه. چی کار میکنی دنیز؟ حسابی دیوونه شدی یا؟ آشغال چیو اینطوری صدا میکنن عزیزم؟ خدمت کار. اینجا یکم قهوه ریخته.
خدیجه خانم، شماره آقا امید و فلیس خانم. شما هنوز نرفتی؟ نه، منتظر بودم خبری بشه. با دادستان صحبت کردی؟ نه. باشه، پس منم منتظر میمونم. باشه، ولی من باید برم غذا. باشه، شما برین غذاتونو بخوری. اگه امروز بر نگردم؟ امروز میرم، فردا بر میگردم. فلیس خانم، ببینید من کلی کار دارم. 10 تا موکل دارم که باید به کارشون رسیدگی کنم. گفتم وقت کنم زنگ میزنم بهت. باشه، منم منتظر میمونم، کار دیگه ای میکنم. میخواین اینجا منتظر بمونم؟ کجا منتظر باشم؟ چون شما جور دیگه ای حرف منو جدی نمیگیرید. من شما رو جدی نمیگیرم؟ اگه من کارمو جدی نمیگرفتم فکر میکنین میتونستین از زندان بیاین بیرون؟ اونجاشو نمیدونم، ولی اگه یکی از موکلای پولدارتون میخواستن تا حالا به دادستان زنگ زده بودین. چی؟ دروغ میگم؟ چون دولت داره پولمو میده اینطوری میکنی؟ خدیجه خانم، به آقا امید زنگ بزنین، بگین قراره نهار کنسل. باشه، برای چی بهشون بگم آقا سید؟ من چه میدونم، بگو دنباله گم شده میگرده. مگه وظیفه ما وکیلای نیست فلیس خانم؟ پیدا کردن نامزد گم شده. من تو اتاقم. حکمت؟ آمچی تولای؟ تو خونه یه باریش چی کار میکنی ها؟ چیز میگم، ما همه جنو دنباره باریش گشتیم اما هیچ جا پیداش نکردیم. خب؟ منم یهو به سرم زد، گفتم یه نگاهی به خونه بندازم ببینم خونه است یا نه. نه بابا، خب تو خونه بود؟ تو خونه که نبود. ببین منو حکمت، اگه واسه فرار از مدرسه اینجا قایم میشیم میدونی فلیس بفهمه چی کارت میکنه؟ نه بابا آبجی تولای، تکالیفم رو جا گذاشتم، زنگ تفریح اومدم، الان هم باید برگردم، نباید دیرم بشه. من عاشق مینی کوچولوتونم. باشه، خدا حافظ. بفرمایید آقا سلیم. باشه، منتظر شما هستم. بفرمایید. سلام، تونستین چیزی پیدا کنین؟ بفرمایید بشینین. با دادستان صحبت کردم، تایید کرد کسی که پرونده رو آورده ساواش آکتن. خب، ولی الان ارتباطی بینشون نیست، واسه همینم معلوم نیست کجا زندگی میکنه. یعنی چیزی معلوم نشد؟ نه نشد، اما چون میدونستم شما باور نمیکنین و اسلحه میکشین رو، از چند تا از دوستان پرسجو کردم، کم هم باشه یه چیزایی فهمیدم. چی فهمیدین؟ وقتی شما افتادین زندان، نامزدتون بعد از یه مدت کوتاه رفت آمریکا. باریش رفته آمریکا؟ بله، رفته آمریکا. بعد از یه ماه موندن دوباره برگشته. ببینین اینجا تاریخ ورود و خروجش به کشور و شهری که اقامت داشته است. خب پدرش ثروت آکتان، شاید اونم آمریکاست، باریش رفته دنبال اون، شاید اینطوری بوده. فکر نمی کنم، چون مقصد پدرش اروپاست، شاید از اونجا رفته آمریکا. متوجه شدم. پس اگه چیز تازه ای فهمیدین لطفا بهم خبر بدین. والا فکر نمی کنم فلیس خانم، شاید خودم رو قایم کنم. هرچی باشه یه وکیل بدم که فقط دنبال پوله. من نگفتم شما وکیل بدی هستین. معلومه که نیستم، اونطورم که فکر میکنین دنبال پول نیستم. باشه، روز بخیر فلیس خانم.
کسی رو که نخواد پیدا بشه رو نمیتونین پیدا کنین. آدم وقتی میفته زندان، زن یا شوهرش ممکنه ترکش کنه. من از این چیزا زیاد دیدم. ممکنه ترکتون کرده باشه. خب اینو میگم که بی خود امیدوار نشین. نه، من دنبال دونستن حقیقتم. یعنی اگه واقعا ترکم کرده باشه، باش دوتا کلمه حرف دارم. واسه همین دنبالش میگردم. روزتون بخیر. روز بخیر. آره جونم، تو که حتما حرفی برای گفتن داری. رفته آمریکا برگشته؟ آره. ای بابا، اگه رفته دنبال باباش چرا برگشته؟ اگه برگشته چرا نمیاد سراغ تو؟ منم همینو میگم دیگه. آدم نمیتونه یه پیام بده، نمیتونه یه زنگ بزنه. مگه جونت به خطر میافته؟ چیه؟ چی؟ از گوشی یه نفر دیگه پیام بده مگه چی میشه؟ بابات از کجا میخواد بفهمه؟ یه چیز دیگه پشت این قضیه است. ببین کی گفتم. نکنه برگشته پیش زنش. آی نه جونا، تو اما هر چیزی به ذهنم میرسه. خب نه بابا، اون زن رو جلوی ما سکه یه پولش که همچین بهش نگاه میکرد، انگار بهش میگفت تو کی هستی. خیلی وقتی این موضوع رو فراموش کرده تموم شده. تموم شد. آخ عزیزم، خیلی ممنون، خیلی قشنگ شد. من با این شکم نمیتونم خم بشم. وای تو هم عجیبی ها. انگشته پات حالا لاک داشته باشه یا نداشته باشه چی میشه؟ خب آی فیلیز، اینطوری نگو. حس میکنم گالون 20 لیتری شدم. والا زن بودن خودم رو فراموش کردم. این حرفو نزن. ببین بارداری چقدر بهت میاد. تو رو خدا. آره خیلی خوشگل شدی. من برم غذا درست کنم. بوسم کنه؟ باشه بوست میکنم. اینجا رو جمع کنم. نه خودم جمع میکنم. اوخ. هایده کش. هایده. آه چیچک فیلیز، من اومدم. آه چقدر خوشحال شدم آزاد شدی. والا من اصلا خوشحال نشدم دختر، خیلی تلاش کردم نیام بیرون ولی به زور انداختنم بیرون. این چه حرفیه؟ مگه تو زندان میشه زندگی کرد؟ من بیرون چطوری زندگی کنم عزیز دلم؟ مسئله اینه، شوهرم الان تو آدانا با چماق منتظر منه. منم بهت گفتم همینجا واسه خودت یه زندگی درست. مجبورم همین کارو کنم. آره ولی ببین، من اصلا سربارت نمیشم. بهم یه پتو بدی رو میخوابم. خب لباساتم میشورم، خونتو تمیز میکنم، اصلا سربارت نمیشم. یعنی میشه من تو خونه ای تو بمونم؟ دختر مگه من تو رو تو کوچه ول میکنم؟ را بیا. نه دختر، تو به خدا عشقی نفسی جیگری. لازم نیست هیچ کاری بکنی. را بیا. خوشحالم میبینم. خوش اومدی. خوش اومدی. خدمتکار، اینجا یکم قهوه ریخته. رحمتم اومد. این رحمت افتخارمونه. دختر این دقیقا همون شکلیه که فکر میکردم، همونطور که تو گفته بودی. بیا عزیزم، بیا بگی بشین ببینیمت. این خواهرت خیلی دوستت داره. دختر این دوتا ماشاءالله یکی از یکی خوشتیپتره. با چیچک تو زندان ما هم دوست شدیم، یه مدت خونه ما میمونه. خوش اومدین. بیا نترس، بیا. تا گفتم زندان بیچاره رنگش پرید. دوست زندان مثل دوست سربازی میمونه، یعنی مثل یه برادر خونی. واسه همینه هم از این به بعد تو برادر منم هستی. باشه؟ باشه. توی دانشگاه بزرگ درس میخونی؟ آره. رحمت، تعریف کن ببینم درس خوندن تو دانشگاه های بزرگ چجوریه. خب من
مثل مدرسه های معمولی آبجی چیچک چیز خاصی نیست. خب رحمتم که اومد، میزو بچینی باشه. بره. دختر زیر غذا رو خاموش کنم الان طعم میگیره. آخه آدم به خاطر اینکه زنش بچه دار نمیشه میزنتش. تازه زن دومشم، اولیو چون بچه دار نمیشد طلاق داد. ببینم پس تو رو چرا طلاق نمیدی؟ همینو بگو. خب حتما چون خوشگلم واسه همین نتونست ازم بگذره. انگار چون از لجه اون باردار نمیشدم کتکم میزد راضی میشدم. بگذریم، از این غذا خوشتون اومد؟ این غذا رو خوشمزه درست میکنه. دست درد نکنه، خیلی خوشمزه است. دست درد نکنه، چیچک خیلی با استعداده. یه دستبند گردن بندایی درست میکنه انگار از مغازه خریدی. درست میکنیم فیلیس، درست میکنیم. با همدیگه از اونا بهترشو درست میکنیم. با همدیگه کار را میندازیم دختر. چه کار را انداختنی؟ کاش کار پیدا کنیم. چیچک تو گفتی چند بار بردنت بیمارستان؟ نه پلیس هیچی نگفت بهت؟ ای بابا حکمت، تو هم چه گیری دادی ها. من به اندازه تو به این چیزا فکر نکردم. ولکن تموم شد رفت دیگه، گذشته. ای بابا همچی میگه گذشت تموم شد؟ کاش واقعا تموم بشه. مگه نگفتی شوهر تو شهرستان منتظرته؟ اگه دست از سرت بر نداشته باشه بیا دنباله. چی؟ وای خدایا گوش شیطون کر، این حرفو نزن. از کجا میخواد منو پیدا کنه تو این شهر بزرگ؟ ای بابا انگار همچین آدمایی نیستن. مثلا عاصم، اونم گیر داده بود به اسرا. بعدش چی شد؟ چی شد؟ داشتی میسوختی. این بحث عاصم و اسرا رو تمومش کنین. عاصم تو زندانه، تموم شد. باشه. اسرا دیگه کیه؟ بعدم برات تعریف میکنم. ببین من رخت خوابا رو پهن میکنم تو اتاق خودم. خیلی خوب تا بچه ها بیان جای گیلاس بخورن. به من یه بالش و یه پتو بدی بسته، من هر جا باشه میخوابم، برام مهم نیست اصلا. دست درد نکنم. نوشه جان تو بازم میخوای بخوری؟ اگه هست که بازم میخورم. ممنونم. چه خبرت؟ گشنم خوب بدهش. یارو رو بکشی که چی بشه چیچک؟ یعنی ارزششو داره یه عمر بیافتی زندان؟ آره والا ارزش داره. آدم به یه جایی میرسه که یا باید بمیره یا باید بکشه. موضوع مرگ و زندگیه. یعنی آخه راه دیگه ای نبود اصلا؟ نه نیست، چی کار کنم؟ یه زن چطوری تنها بمونه؟ مجبور میشی به کسی که چشمش دنبالت رو بندازه یا بری در خونه فک و فامیل اونام راد ندن. تو زندان با خیال راحت میمونی، یه سقفم بالا سرت، غذاتم میدن. خب اینطوری که نمیشه. آدم بکشی میافتی زندان. حتما باز یه راه دیگه باشه. من خیر و صلاح تو رو میخوام. حکمت آخه تو چی کار داری میکنی پسر؟ من دیگه رفتم خواهر. برو عزیزم، جایی نمون اینا، عصر منتظرتونم. باشه باشه. بینجا ببینم ات به سر. چته؟ خب مگه دیوونه شدی؟ ببین منو، یه اسرایی دیگه نندازی به جون ما. چه اسرایی؟ حوزت به سرت. چی شده؟ خوابشو دیدی؟ آره دیشب خوابشو دیدم. دیشب با اون چیچک چی داشتین پیچ پیچ میکردین ها؟ واقعا که داداش تو چی فکر کردی؟ اون زن به خونمون پناه آورده آخه. چی کار میخوام بکنم؟ استغفرالله، نکنه به چشه بد نگاش کردم. من نمیدونم، دارم بهت هشدار میدم. حق نداری گوشه کنار با چیچک پچ پچ کنی، فهمیدی؟ ضمناً باید بهش بگی آبجی چیچک. آبجی چیچک، مگه همسن توئه؟ نه بابا داداش، از سرزنشا دیگه خسته شدم. دیگه با حکمت سابق طرف نیستی. من 18 سالمه، مراقب حرفات باش. حالا که تو 18 سالته چیه؟ چیه؟ مثل 18 ساله ها رفتار کن. منم مناسب سنت حرف میزنم. من اندازه سنم رفتار میکنم داداش. چیزی رو نمیدونی حرف نزن. بچه پر تو کجایی آخه؟ زینب خوش اومدی. معذرت میخوام، نتونستم داداشمو بپیچونم، واسه همین دیگه. معلوم هست کجایی حکمت، از ترس دست و پام سست شد. به هر حال اومدی، بقیهش مهم نیست. معذرت میخوام به خودم. بیا بریم. خب چطور بود؟ راحت اومدی؟ خانواده‌ات به چیزی شک نکردن؟ نه فکر میکنن میرم مدرسه. خوبه همینطوری فکر کنن.
با نعمت حرف زدم، اونم مسئله حضور غیاب رو حل می‌کنه. زودتر این کارا تموم شه، من خیلی خسته شدم. خسته نشو، همه چی درست میشه. من دیگه پیشتم. خونم آماده است. خیلی قشنگ شده. ببینی حتما خوشت میاد. نمیخواد به چیزی فکر کنی باشه؟ همه چی عالی میشه، قول میدم. پشت بریم خونه. میگم خاله ملک، ما که دیگه نمیتونیم خواهرمونو ببینیم. چرا نمیتونیم ببینین گیلاس جون؟ خواهرتون کار داره، کارشو انجام بده میاد. ما میگیم که امشب آبجیمونو سورپرایز کنیم. ها؟ چه جور سورپرایزی؟ یه چیزی مثل جشن، غذا حاضر کنیم، همه رو دعوت کنیم، خواهرمونم بیاد، وگرنه جور دیگه ای نمیاد. این کارو بکنیم، تا دیر وقت بشینیم صحبت کنیم همه با هم. خب معلومه، باشه، اتفاقا خیلی هم خوب میشه. به آبجی شعله میگن کارهای لازم رو انجام بده. خیلی ممنون خاله ملک. خیلی ممنونیم خاله ملک. خواهش میکنم، برین دیگه، مراقب خودتون باشین، موفق باشین. ممنون. ملک، ملک اینجایی؟ بیا بیا بیا، منم دنبالت میگشتم. بیا آمادش کردم بابا، بیا بخور. اون چیه فکری؟ دارویه که یه دکتری کشف کرده که الان تو آنتارکتیکا تبعید شده، پشش کار میکنه میده پنگوانا بخورن. کیه اینطور؟ کی تبعیدش کرده فکری؟ تجار زالوصفت دارو. چرا؟ با هدف از دست ندادن مشتری، با بیمار مثل مشتری رفتار میکنن. بیا بابا بخور. میشه نخورم؟ بابا من این همه برات زحمت کشیدم، بهم اعتماد نداری؟ آنی میشتن میشو. بسیار بسیار. اوه، آفرین، ایشالا خوب میشی. چی شد؟ ملک، چی شد؟ ملک، یه قلاب دیگه میخوردی. ای بابا، اینم نشد که. نکنه یه چیزیش زیادی ریختم. چیشو زیاد ریختم مثلا؟ هم کوفته کاری ریختم توش. اوه نهی پوف فق بایی که کفت زهره ماریه. ملک صبر کن، یه چیز دیگه هم هست باید بهش اضافه کنم. پس میگی غیبش زده؟ آره، من همیشه بهتون میگم مرد جماعت آدم نمیشن. نمیدونم چرا رحمت اینا باور نمی کنن. میگن رفته دنبال باباش. بگیر عزیزم. دختر باور کردن نداره که میگین طرف نیست. خب میگیم نیست، چرا نیست؟ اینو میخوایم بدونیم. والا این دختر رو الکی امیدوار نکنین، طرف گذاشته رفته دیگه، تموم شد. ای خب شما مگه فیلیس رو چند وقته که میشناسین؟ باریشم که اصلا نمیشناسین. شما از کجا میدونین عشق اینا چقدر عمیق بوده؟ چی خانم؟ دختر چه خانومی؟ تو خانومی دیدی که حبس کشیده باشه؟ آی عزیزم، خانوم بودن چیزیه که تو وجود آدمه، چه ربطی به حبس کشیدن داره؟ والا من خانوم مانوم نیستم عزیزم. وقتی اونی که اسمش آقا بود روم دست بلند کرد، منم از خانوم بودن دست کشیدم. تو هم ول کن فیلیس دیگه، بیا با هم دیگه یه کاری واسه خودمون دست و پا کنیم. ها، مگه ما پول داریم؟ چطور کار دست و پا کنیم؟ الان به زنا کمک میکنن، بهشون وام با درصد پایین میدن، تازه که سرمایه کم هم برامون کافیه. آخه ما دختر، ما از این جور کارا سر در نمیاریم، باز یه درد سر دیگه میاد ما رو پیدا میکنه. بی خیال، بهتره یه کار پیدا کنیم، مگه نه؟ وای بابا دختر، بیدار شو. بزنی که افتاده زندان کی کار میده آخه؟ بیا خودمون یه کاری را بندازیم، خوبه؟ کار دوخت و دوزمون را بندازیم، مثل زندان مرواری دوزی کنیم بفروشیم. ها؟ اگه شما کار را بندازین، من چی کار کنم؟ تو بچه به دنیا میاری. بیا اینجاست. خب بیا تو. خوش اومدی بخونت. اینجا یه میز گذاشتم، یه کاناپه هم گذاشتم.
یعنی من و رحمت دو نفری روی این خوابیدیم. راحت مشکلی نداره. آشپزخونم همینجاست. دیگه فکر کنم کافی باشه. چی شد؟ خوشت نیومد؟ نمیتونم. خیلی لوکس نیست، قبول دارم، ولی حداقل امنه. اینجا فقط برای یه هفته است. بعدش تو 18 سالت میشه، ما با هم ازدواج میکنیم، بعد تموم میشه میره. آره خوب، بشین اینجا، یه چیزی میخوام بپرسم. مهمتر از همه خوب بودن توه. به بچه فکر کن. تو آشپزخونه یه چیزایی برای خوردن هست، اگه خواستی بخور. من باید برم مدرسه. میخوای منو تنها بذاری بری مدرسه؟ این یعنی چی؟ برای اینکه جلب توجه نکنیم. چی کار کنم؟ خب تو یه دوش میگیری، غذاتو میخوری، یکم استراحت میکنی، منم قبل از اینکه حوصلت سر بره اومدم، قول میدم. باشه؟ نه من نمیتونم، نمیتونم این چیزا رو تحمل کنم. زینب، زینب، باشه اینطوری فکر میکنیم، حداقل من اینطوری فکر میکنم. سالها بعد ما به این روزا میخندیم. مثلا تو میگی یادت منو تو خونه قایم کرده بودی؟ قسم میخورم. این خونه، بچه، برای هیچ کدومشون آمادگی ندارم. اگه شب حالا هم بچه و چی؟ اگه اتفاق بدی بیفته؟ اگه تو چیزیت بشه، من تو خونه بغلی هم، یه ثانیه‌ای هم میام پیش تو. دیر وقتم که شد، وقتی همه خوابیدن فرار میکنم میام، تنهاد نمیذارم. نمیشه؟ باشه، این کارو میکنیم. من عصر اومدنی غذایی که تو دوست داری رو میارم، با هم غذا میخوریم. موقع اومدن چی بیارم برات؟ مانتی. باشه، حله. باشه، موقع اومدن مانتی میارم، اونم با هم میخوریم. باشه؟ الان بهتری؟ خیلی خوب، من باید برم، معذرت میخوام، واقعا باید برم. همونطور که گفتم تو آشپزخونه یه چیزایی برای خوردن هست، از اونا بخور. یکی هم این که پرده رو باز نذار کسی نبینه. خدافظ. ببین با هم چه خوب کار میکنی. ایشالله کارو که راه بندازیم با هم همینطوری از پس کار برمیه. هی دختر، من دارم با کی حرف میزنم؟ کارو میگم، بیا زودتر راه بندازیم.